یک گروه مذاکره کننده درباره افغانستان باید تشکیل شود. هیچ خطر حمله از افغانستان به کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی وجود ندارد و خبر که هر لحظه زندگی تان با آن گره خورده است. ولادیمیر نوروف وزیر امور خارجه ازبکستان گفت که تشکیل این گروه منطقه وسیع با فرصتهای جدید ایجاد خواهد کرد. به گزارش اسپوتنیک ولادیمیر نوروف وزیر امور خارجه ازبکستان گفت که این منطقه وسیع با فرصتهای جدید ایجاد خواهد کرد. پیش از این شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در نشست آستانه پیشنهاد ایجاد یک گروه مذاکره کننده در سطح عالی برای حل فصل مشکلات با طالبان را مطرح کرده بود. نوروف گفت اجرای عملی مشترک این ابتکارات و سایر ابتکارات جمهوری ازبکستان فضای وسیع را برای همکاری‌های بین‌منطقه‌ای عاری از تقابل و رقابت مجموع صفر ایجاد خواهد کرد. هیچ خطر حمله از افغانستان به کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی وجود ندارد. دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی: هیچ خطر تهاجم از افغانستان به کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی وجود ندارد، اما خطرات سنتی باقی میماند. با گزارش اسپوتنیک دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره نتایج فعالیت‌های این سازمان در سال 2022 اظهار داشت خطر تهاجم مستقیم از خاک افغانستان به کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی CSTO وجود ندارد، اما تهدیدات سنتی ناشی از این کشور همچنان پا بر جاست. وای افزود: من می توانم ارزیابی تلفیقی از همه کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی را بیان کنم. هنوز منبع خطر برای کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در درجه اول برای تاجیکستان است، اما اکنون تهدید آشکار حمله مستقیم از افغانستان را نمی بینیم. وای افزود: تهدیداتی که قبلا وجود داشت همچنان به قوت خود باقی میماند. تهدیدهای ماهیت تروریستی، تهدیدات مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، افرادگرایی. البته که ما برای سطح امنیت مرزهای جنوبی خود اهمیت زیاد قائل هستیم. حفیظ منصور: حامد کرزی چه کسی است؟ حامد کرزی سلسله دیدارهای خود را آغاز کرده، از نتایج آن نشانه دیده نمی شود. دست اندرکاران امور سیاسی نیکوتر از من کرزی را می شناسند، اما گاهی گذشته را فراموش می دارند و اینجا فقط به عنوان یادآوری به این دوستان می گویم کرزی چه کسی است. او در دولت اسلامی بر ریاست و صدربانی به اتهام جاسوسی به پاکستان مدت توقیف گردید. او از مؤسسین تحریک طالبان بوده، در سالهای نخست فعالیت این گروه از فعالان عمده آنها بود. در لوی جرگه اضطراری خلاف وعده‌ای که به قانونی داده بود او را از وزارت امور داخله برکنار نمود. در لوی جرگه تصویب قانون اساسی خلاف وعده‌ای که سپرد تا سرود ملی را دو زبان اعلانه نماید عملی نکرد و اساس دغل‌بازی را نهاد. مسوده قانون اساسی افغانستان خراسان را خلاف رأی اکثریت که پارلمانی بود ریاستی ساخت و بالطایف الحیل آن را به منشأ اجرا قرار داد. پس از لوی جرگه تصویب قانون اساسی در چندین مورد متن قانون اساسی را مورد دستبرد قرار داد، به ویژه در ماده 16 هم یک فقره را اضافه کرد. در سخنرانی هایش از گروه جنایتکار و تروریستی طالبان به عنوان برادر یاد کرد، دسته دسته زندانی های طالبان را از زندان رها کرد، حملات هوایی را بالای مراکز طالبان قطع کرد، حملات شبانه قطعات خاص را بالای طالبان قطع کرد. برتش ملی دستور داد تا در برابر طالبان از اسلحه سنگین استفاده نبرند. $600 میلیون از مساعدت‌های جانی را به منظور تقویت طالبان در اختیار آنها قرار داد. به منظور تضعیف سران مجاهدین برنامه عدالت انتقالی را مورد حمایت قرار داد و اگر جنگ‌های طالبان تجدید نمی‌شد قصد محاکمه ای آنها را داشت. برای انتقال جنگ از جنوب افغانستان خراسان به شمال نقش فعال ایفا کرد. در آخرین فرصتی که در اختیار داشت نگذاشت نتیجه انتخابات به برنده اصلیش تعلق گیرد. به روایت اسپنتاد تنها عامل پشتون بودن موجب شد تا اشرف غنی به بالا کشیده شود. بزرگانی که با کرزی ملاقات می کند یک بار این فهرست را مرور نمایند. صدای امریکا گزارش می دهد طالبان رقم تلفات رویدار سالنگ به 31 کشته افزایش یافت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش شمار تلفات ناشی از آتش گرفتن یک تانکر تیل در داخل تونل سالنگ خبر داده و گفته است که در این رویداد تاکنون 31 نفر جان باخته است.
شرافت زمان امر سخنگوی وزارت روز دوشنبه 19 دسامبر با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفت که شمار مجروحین ناتشدیدی به 37 نفر رسیده است. آمر افزود که این آمار نهایی نیست و احتمال افزایش تلفات ناشی از این حادثه وجود دارد. این آتش‌سوزی حوالی ساعت 6:30 دقیقه شام روز شنبه در اثر انفجار یک تانکر تیل در داخل تونل سالنگ آغاز شد و برای بیش از 20 ساعت ادامه یافت. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که آتش‌سوزی مهار شده و همکنون روند پاکسازی داخل تونل جریان دارد. حمیدالله مزبا سخنگوی وزارت به خبرنگاران گفت که در حال حاضر شارای سالنگ برای ترافیک مسدود است و تلاش ها برای بازگشایی آن جریان دارد. او از مسافران این مسیر خواست که تا اطلاع بعدی از رفت آمد در این شارا خودداری کنند. در این حال برخی از منابع محلی در پروان میگویند که شمار تلفات قربانیان این رویداد بیشتر از آن چیزی است که طالبان گزارش دادند. یک منبع در ولسوالی سالنگ که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد به سرای امریکا گفت که در این آتش‌سوزی بیش از 60 نفر کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. این منبع مدعی شد که هنوز هم آتش‌سوزی در داخل تونل جریان دارد و گروه های نجات موفق به بیرون کشیدن تمام مجروحین و گیرماندگان از داخل تونل نشدند. همچنان ویدیوهایی در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده که نشان می‌دهد که ادامه آتش‌سوزی سبب کندی روند عملیات گروه‌های نجات در داخل این تونل شده است. در این ویدیو دیده می‌شود که ده‌ها موتر مسافربری و تیلری در داخل تونل سالنگ در آتش سوخته است. گفته می‌شود که این آتش‌سوزی و انفجار تانکرهای گاز و تل آسیب جدی به داخل تونل رسانیده است. ایران به آمریکا: برای تقویت روابط با روسیه در جستجوی اجازه هیچ کس نیستیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه 18 دسامبر گفت که کشورش به منظور تقویت روابط با روسیه در جستجوی اجازه از هیچ کس نیست. اظهارات ناصر کنعانی پس از آن بیان شد که ایالات متحده از گسترش روابط نظامی میان تهران و مسکو ابراز نگرانی کرد. ویلیام برنز رئیس استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون BBC آمریکا گفت که همکاری نظامی میان ایران و روسیه تهدید واقعی در برابر متحدین آمریکا در شرق میانه می باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به نگرانی های اخیر مقام های ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت سابقه همکاری ها میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در حوزه برخی فناوری های نوین به پیش از آغاز جنگ در اوکراین برمی گردد و در مقطع اخیر هیچ تحول خاصی در این ارتباط رخ نداده است. کنعانی در ادامه این اعلامیه افزوده است که ادعای مقام آمریکایی در حالی است که آمریکا و اروپایی ها سالهاست کشورهای اشغالگر و متجاوز از جمله در منطقه غرب آسیا را به انبار از سلاح‌های کشنده متنوع خود تبدیل کردند که قطعاً بدون این تسلیحات تداوم بیش از 7 دهه تجاوز، جنایت و اشغالگری صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی ممکن نبود. تشکر که تا این دم با ما بوده. تا ویدیوهای بعد شما رو به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشد.